آیا تا به حال در مقابل خشم، کینه، نفرت گفته اید بی خیال هرچه باد آباد؟ کسی به شما دشنام و درشت میگوید، مگر میشود نرم از کنارش گذشت؟ کسی تهمت و توهینی را میان جمع و پشت سر شما به غیبت میگرداند و آبروی شما را میریزد، مگر میشود در خلوت خیال به زخم‌های این رنج فکر نکرد و دلاشوب نشد؟ سرمایه‌ای به کناری گذاشته ای، شریکی به فریب افسایش آنچه که داری می آید و سرمایه تو را ملعبه خود می کند و می برد. مگر می شود هر زمان که نیاز پیدا می کنی به سرمایه از کف رفتت حسرت نخوری و لعن و نفرینی بر شریکت نفرستی؟ شکست در یک رابطه عاشقانه و تبدیل یادآوری خاطره معشوق به افکار تلخ تنفر، مگر می شود به دل شکست آدمی گفت بی دل شده بگذار و بگذر؟ بخشش و گذشت کار آسانی نیست، انگار که از انسان، از کینه ها و نفرت ها و خشم هایش آدم شده است. انگار که بخشیدن سخت ترین سختی های زندگی آدم است و اگر ببخشی تو دیگر آدم نیستی، اهورایی. بخشیدن کار بسیار سختی است. بخشش گرفتن چطور؟ آن هم در 47 پرونده خونبار قتل. 47 پرونده نوجوانانی که در زیر 18 سال قتل کردند. از سال 1365، از همان سالهای نخست فعالیت، با اعتقاد به ضرورت لغو مجازات مرگ برای جرائم کودکان زیر 18 سال به سراغ قانونگذاران رفتیم، اما وقتی نتوانستیم قانون را تغییر دهیم، ناگهان خود را برای برقراری صلح و آشتی و ممانعت از ریخته شدن خونی دیگر، خون یک نوجوان در میان دو خانواده، در میدان خشم و کینه و نفرت تنها یافتیم. ما ماندیم با سؤالی بزرگ چون کوهی سترک بر دوشهای من: چگونه از پدری که پیکر پسرش این یگان سرمایه عمرش را از میان محلکه هولناک بیرون کشیده و آخرین نفسهایش را شمرده بخواهیم از انتقام چشم بپوشد و به یک نوجوان فرصت دوباره برای بخشش و زندگی دهد؟ چگونه از مادری که با فرزند غرق در خونش، این معشوقی که می پرستد، روی تشریح پزشکی قانونی وداع کرده بخواهیم بگذارد و بگذرد؟ چگونه این 47 پرونده، چگونه این 47 انسان را به زندگی بازگشت گرداندیم؟ چگونه 47 خانواده از خون عزیزان خود گذشتند، آن هم در روزگاری که هر کس هر خدشه‌ای بر خلوت خیالش را به تندر خشمی پاسخ می‌دهد؟ یک نمونه. یک روز از 6 سال دوندگی، رشت سال 1392 تابستان. گفتند این دقایق را باید به انتظار پایان عمر خود بنشینی که فردا روز قصاص توست. بر دوش هر ثانیه از زندگیت کوه مرگ سنگینی خواهد کرد.
قل و زنجیر لازم است برای تحمل این دقایق تا مبادا بر خود آسیب زنی و با پیشکشی نعشت به خود کشی فردای اولیای دمت را بادل کنی که آنها در پی قصاص تو به آرامش خواهند رسید. حلالم کنید جوان قبل از قرنطینه در قل و زنجیر تماس تلفنی میگیرد و با صدای لرزان و گریان میگوید حلالم کنید. به جزا و فضا میفتیم، به سرعت بار سفر میبندیم، قصد شمال میکنیم، نه برای تغییر آب و هوا بلکه برای جلوگیری از خشم و انتقام خونبار خانواده‌ای و بردار شدن جوانی. چه بد سفری است این سفر شمال، خصوصا که 4 پرونده سخت اعدامی تنها دلیل تمام سفرهای این مدت ما به شمال بوده است. همه ی عجله لحظه در اتوبوس سفر بر مهرهای ناسور گردن و کمرم سنگینی می کنند. مهرهایی که در صبحهای هولناک اعدام، در ملاقاتهای تلخ و غمبار با نوجوانانی در صف مرگ پژمرده شده و در زجه‌های دو خانواده زجر کشیده و تلاش جانکاه برای گرفتن بخشش در هم شکسته است. به جای نشستن در کنج اتوبوس، بال و پر پروازی میخواهم تا دلاشوب را آرام کنم. دقیقاً 1 سال و 6 ماه بود که پرونده این جوان به جمعیت امام علی ارسال شده. واقعه قتل در محله آتشگاه رشت رخ داده. آتشگاه، چه نام غریبی است بر مکانی که در آن خون ریخته باشد. 15 سالش بود که همسایه و همکلاسش را در بازی کودکانه در باغی کشته و از ترس جنازه رفیقش را دانه‌ای کرده در خاک کاشته که پس از 12 سال درختی شده، هر روز میوه انتقام بر بار نشانده و همه اهالی آتشگاه را چون اسفند بر روی آتش پر از خشم خوردن این میوه کرده است. به واقع وقت تلاست، پس مبادا لک لک مردد جان پا در هوا بماند و قدمی بر زمین مگذارد. باید به سرعت به در خانه اولیای دم رویم و سوز دمشان را بر جان گیریم. ظهر است، در دم کرده هوا و خواب آلودگی بی تفاوت مردمان شهر به دنبال معتمدی برای میانجیگری میگردیم. غیر از قیلوله‌های بعد از ظهر ترسی در جان همه است. هیچ کس حاضر نیست گامی بردارد. همه میگویند فقط کینه و انتقام اولیای دم نیست که دم به دم بر هر کس که بر آن محله شود فرود میآید، بلکه کل آتشگاه چوب و چماق خشم خواهند شد و بر سر هر کسی که خواهان بخشش باشد فرود خواهد آمد، که بار قبل و بار قبلتر هر کس رفته با سر سالم بر نگشته. چاره نیست، تنها ره سپار می شویم. قرآن بیاورید. مادر زمینگیر و پدر قاتل جوان حتما باید باشند. زانو می زنه می گریم و به حق قرآن بخشش می خواهیم. در نزدیکی سکوت خانه فقط صدای نفسهای ماست که به پای کشی جیرجیرک آمیخته. به کنار در می رسیم. هر جیر جیرجیرکی در ماتم ذهنت را در ترس کش می آورد. می خواهم در بزنم تا مادر داغدارم از آن سوی در بیاید. می خواهم در بزنم که ناگهان کسی فریاد می زند برای بخشش آمدند. بر در خانه می کوبم. مادرم بیرون بیا. گفتند که از روز مرگ فرزندت گچهایی را که او از کنار تخت سیاه مدرسهش به خانه آورده تا انتظار پای چوبه دار نگه داشته ای. گفتند یک سرگریسته ای. گفتند چندین بار قلب همسرت ایستاده و مات و بخت روزگار شده است. فریادها بیشتر می شود. بیایید، برای بخشش آمدند.
ولوله و هلهله در کوچه می افتد. کوچه خالی پر از خشم مردمان می شود. مادرم بیرون بیا، مادرم بیرون بیا. هیچ مادری با کشتن فرزند مادر دیگر به آرامش نمی رسد و تو خوب این را می دانی. بگذار فردا روز بخشش باشد که این ملک خسته است از قصه قصاص پرقصه مادرانی که فرزند مادر دیگری را بردار می کنند. مادرم تو را به خدا برخیز، بیرون بیا. من خون فرزند تو را نریختم، تقاص چرا پس میدم که اینک کنار خانه تو هستم. بر من بزن، بر من بکوب که بد سفریست این زندگی در سایه شوم انتقام مادری از مادر دیگر. و هر پرونده‌ای که به خشم انتقام خاموش شود جز استخوان سوزی در این سفر تلخ بر ما هیچ نمیگذارد. مادرم بیرون بیا، مادرم بیرون بیا، مادرم بیرون بیا. بانی میبینیم در باز نمیشود، مادری بیرون نمیآید. همه محله آتشگاه پیر و جوان، زن و کودک از جانشان چوب خشم رویده است و به سوی ما میدوند. دیگر توانش را ندارم که از این سفر با بار قصاصی برگردم که بخشش زیبنده ترین نیاز روزگار ماست و صلح به از جنگی است که از هر خاکسترش خون می جوشد. پس چشم می بندم، در مقابل چوب ها به تسلیم می نشینم. آیا تا به حال در مقابل خشم، کینه، نفرت گفته اید بی خیال؟ هرچه باد آباد. ممنون از همه عزیزانی که می بخشن. سپاس. مرسی.